سوال کردن که آیا شروع و پایان ماه رمضان منوط به اعلام دفتر مرجع می باشد یا اکتفا به تقویم ها کافی است؟ سوال بسیار مورد ابتلای رو پرسیدن و معمولا این در ذهن همه هست که آقا اول و آخر ماه روی تقویم نوشته شده، ما بر اساس همین تقویم ها اگر روزه بگیریم، بر اساس همین ها اگر عید بکنیم، خب چه اشکالی پیش میاد؟ در پاسخ باید عرض بکنیم که این تقویم هایی که نوشته شده بر اساس مبانی نجومیه، یعنی به واسطه علم نجوم اینا اگر تشخیص دادن که ماه یعنی ماه رمضان در فلان ساعت از محاق میاد بیرون و متولد میشه و قابل رؤیت، اگرچه با چشم مسلح فردای اون شب رو اول ماه رمضان اعلام میکنه و بله. در تقویم مینویسه و همینطور در ماه شوال که روز عید فطر هست، وقتی اینا با ابزار جدید و علمی مثل تلسکوپ های قوی و دوربین های پیشرفته نگاه میکنن یا محاسبات نجومی انجام میدن، تشخیص میدهن که ماه شوال در چه ساعتی در چه ثانیه‌ای از محاق و سایه زمین بیرون خواهد آمد به اصطلاح فقهی، و اول ماه رو بر اساس اون اگرچه با چشم مسلح تشخیص داده باشند مینویسن که اول ماه شوال مثلا کی هست که میشه عید فطر. بله. اما نکته ای رو که حتما بینندگان عزیز باید توجه بفرمایند اینه که در رابطه با اثبات اول ماه که از نظر فقهی موضوع حکم شرعیه، اختلاف نظره که آیا با چشم مسلح کفایت میکند دیدن ماه، یا مثلا یک عکسی با تلسکوپ مثلا یا با هر چیز دیگر یک عکسی اگر از ماه بتوانن بگیرن که از سایه زمین آمده بیرون، اگرچه که همه همین افرادی که با دوربین نگاه میکنن تشخیص میدن که به هیچ وجه این ماه با چشم غیر مسلح قابل دیدن نیست. بله. حتی اگر در زمان پیامبر اسلام هم بود این ماه باید به 4 درجه دیگر وضوح پیدا میکرد، یعنی بالاتر میامد تا با چشم مسلح دیده میشد. اصلا با چشم مسلح حتی با دوربین های ضعیفتر هم قابل دیدن نیست، اما از محاق آمده بیرون. آیا همی کفایت میکند یا نه؟ باید به اندازه این ماه بعد از تولد و بعد از خروج از سایه زمین و بیرون آمدن از محاق به اندازه واضح شود و بزرگ شود که با چشم غیر مسلح قابل دیدن باشه. بله. در اینجا اختلاف نظره. بسیاری از فقها مبنایشون اینه که معیار برای ما چشم غیر مسلحه، یعنی با همین چشم معمولی، چرا که در زمان خود پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اصحاب پیغمبر و تا همین عرض کنم چندین سال پیش که این علم نجوم یا بگیم که ابزاری که ما میتوانیم کرات آسمانی رو رصد بکنیم خیلی پیشرفت نکرده بود، خب همش مؤمنین مسلمانان پیامبر اسلام بر اساس همین چشم غیر مسلح روزه می گرفتن، بر اساس همین چشم مسلح اگر ماه را در آخر ماه رمضان می دیدن روزهشون رو باز می کردن. این یک مبنایه که حضرت آیت الله العظمى سیستانی خیلی از فقهای جدید معتقد به همین، حضرت آیت الله مکارم شیرازی، آقای فاضل لنکرانی، حضرت امام خمینی، خیلی های دیگه مبنایشون بر همینه که چشم مسلح کفایت نمیکنه. اما بعضی دیگر از فقها اینا فرمودن آقا دیدنه چشم مسلح هم اگر با واسطه چشم مسلح هم ما ماه رو رؤیت بکنیم کافیه، ولی ما معتقدیم، ما چون مخلد حضرت آیت الله العظمى سیستانی هستیم، بر اساس فتوای ایشون اگر با چشم مسلح قابل رؤیت شد ما اول ما، با چشم غیر مسلح برای ما ثابت شد اول ما ثابت میشه، اگر یعنی روزه گرفتنش واجب فردا، اگر اول ماه شوال ثابت شد روزه گرفتن در اون روز میشه عید فطر دیگه حرام میشه. ولی خب این یک چیز خیلی عجیب و غریبی هم نیست، اختلاف فتوا در همه ابواب هست، در همه مسائل شرعی کمابیش اختلاف نظر و اختلاف فتوا وجود داره، در اینجا هم وجود داره. هر فردی از مسلمانان و مؤمنین باید ببینه مرجع تقلیدش اینجا چی گفته. خلاصه پاسخ این برادر عزیزمون که سوال کردن که ما بر اساس تقویم روزه بگیریم یا منتظر اعلام دفتر مرجع تقلید باشیم، اینه که باید حتما منتظر اعلام دفتر مرجع تقلید باشه. من همینجا اشاره کنم
یکی از مهمترین و پیشرفته ترین رصدخانه ها و امکاناتی که می توانیم ماه را رصد بکنیم و تشخیص بدیم که آیا ماه با چشم غیر مسلح قابل رؤیت هست یا نیست، در اختیار دفتر حضرت آیت الله العظمى سیستانیه. عزیزان میتونن در اینترنت این رو جستجو کنن ببینن که چقدر رصدخانه عظیم و پیشرفته ای در اختیار این بزرگوارانه. خب ببینید، اصلا ما باید اینو توجه بکنیم، همونایی که گفتن که ماه اگر به مثلا فلان درجه از وضوح و واضح شدن برسد قابل رؤیت هست، با چشم غیر مسلح همینا هم 3-4 تا نظریه با همدیگر اختلاف داره. بعضی گفتن اگر مثلا فرض کنید که به 3 درجه ظهور پیدا کنه با چشم غیر مسلح دیده میشه، بعضی گفتن نه 3 کافی نیست باید به درجه 4 برسه، بعضی گفته 4 هم کافی نیست باید به درجه 5 مثلا برسه. یه جوری بین خود همینایی که گفتن آقا اگر شما با دوربین با تلسکوپ نگاه کنید، اگر موقعیت ماه رو تشخیص دادید ماه با چشم غیر مسلح قابل دیدن هست، با چشم ببخشید غیر مسلح هم قابل رؤیت هست و قابل دیدن هست، خود همینا هم اختلاف داره. در نتیجه معتبرترین و مطمئنترین راه همینه که ما بریم به همون فتوای مرجع تقلید خودمون مراجعه کنیم. اگر مرجع تقلید ما با رصدی که کرده بودن به این نتیجه رسیده بود که آقا اول ماه رمضان مثلا فرداست، ما میگیم چشم روزه میگیریم. اگه گفت مثلا آخر ماه رمضان فردای، ما روز عید اعلام میکنیم. اگه گفت نه مثلا فردا آخر ماه رمضان، پس فردا اول شوال و عید فطر، بر اساس همون فتوا باید عمل بکنیم.